همراه میشیم با مصدق پارسا، همکارمون از مسکو روسیه. مصدق، کمی بیشتر به ما بگو از اظهار نظر مقامات در رابطه با واکسن اسپوتنیک. مقامات ایران در روزهای گذشته اظهارات مختلفی در مورد اسپوتنیک وی و چگونگی استفاده از او برای واکسیناسیون در ایران اظهاراتی را داشتند که در مورد یک مسائل نرسیدن واکسن اسپوتنیک وی به روسیه بوده و تعهداتی که روسیه داشته، با توجه به اینکه روسیه در سال گذشته 1 میلیارد دوز واکسن به دنیا وعده کرده که تولید بکنه، این تعهدات اجرا نشد و به همین دلیل سفیر ایران واکنش نشان داد. البته بخش دیگری از واکنش آقای جلالی به گفته‌های سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در کلاب هاوس بود که گفته بود خط تولیدی مشترک اسپوتنیک وی بین ایران و روسیه به درد ایران نمیخوره. همچنان یک عضو مجلس ایران، همچنان که عضو کمیسیون بهداشت هم هست، گفته بود که روسیه میخواد از سهم اون خط مشترکی که در ایران تولید میشه سهم خودش رو هم برداره و به کشورهای دیگه بده، در حالی که قبلا ظاهرا برداشت در ایران اینطور بوده که این خط فقط برای استفاده داخلی و مصرف داخلی ایران استفاده خواهد شد. به همین دلیل سفیر ایران در روسیه این هزارات رو هم رد کرده و گفته که این یک افتخار مشترک برای دانشمندان ایرانی است که بتونن مشترکاً واکسن اسپوتنیک وی تولید بکنن. و همچنان آقای جلالی گفته که ایران اولین کشوری در منطقه خواهد بود که این خط تولید بکنه، ولی باید درک کرد که کشورهای مختلف مشکلات واکسیناسیون دارن از جمله روسیه، و به همین دلیل روسیه پس از این که وضعیت واکسیناسیون در خود درون کشور بهبود پیدا کنه به ایران واکسن خواهد فرستاد. به همین وضعیت واکسیناسیون در خود روسیه اشاره کردی، الان شرایط به چه شکل هست؟ واکسیناسیون به چه صورت داره انجام میشه؟ واکسیناسیون در روسیه در روزهای گذشته سرعتش بیشتر شده، ولی با همه اینها روسیه تا کنون فقط 15% شهروندان شرط دانسته واکسن بکنه، در حالی که وعده داخلی روسیه همین بوده که 60% تا خزان باید واکسن میشدن، که چند روز پیش سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که به این هدف واکسینه کردن 60 میلیون شهروند دست پیدا نخواهند کرد. در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون در روسیه با وجودی که این کشور اولین کشوری بوده که واکسیناسیون را آغاز کرده، روند کندیست و فقط 15% شهروندان این کشور هر دو دوز واکسن را گرفتن. در مورد رابطه روسیه و ایران در ادامه کار تولید واکسن، یک مسئله دیگه هم هست که ظاهراً حسابی که ایران روی روسیه باز کرده بود خیلی بیشتر از اون چیزی است که فعلا در واقعیت اتفاق افتاده. ممنونم از تو مصدق پارسا، از مسکو روسیه همراه ما بودیم.